سلام و خوش اومدیم به یک ویدیوی جدید. همونجوری که میدونید توی ویدیو قبلی ازتون پرسیده بودم که دوست دارین تورتموندو اضافه کنیم به PS2020 یا که کیت‌های تیم‌های ملی و باشگاهی درست کنیم و اضافه کنیم بازیکن‌های تیم ملی و به PS. همتون گفتین آره. امروز اومدیم با بزرگترین پچ و کامل‌ترین پچ PS2020 که حالا ببینیم که توی این پچ چی هست. توی این پچ اضافه کردن تورتموندو درست شدن تمام کیت‌های تیم‌های باشگاهی، کیت‌های تیم‌های ملی و تیم ملی ایران، اضافه شدن بازیکنان دورتموند به تیم دورتموند حتی اونایی که نیستن و اضافه شدن بازیکنان تیم ملی به تیم ملی ایران، درست شدن لوگوهای لیگ ها، درست شدن لوگوهای تیمای باشگاهی، درست شدن لوگوهای لیگ اروپا، لیگ قهرمانان، جام جهانی، کوپا آمریکا و غیره و آپدیت شدن مینی فیس های تمامی بازیکنان چه باشگاهی چه ملی و اضافه شدن مینی فیس های بازیکنان تیم ملی ایران، همه و همه توی این پچ بر رایگان قراره که با هم دیگه دانلودش کنیم، نصبش کنیم. این رو بدونید که هیچ جای دیگه این آموزش رو رایگان پیدا نمی‌کنید. پس حتما ویدیو رو لایک کنید و سابسکرایب کنید که فراموش نشه. بریم سراغ آموزش. علاوه بر اینها اینو بهتون میگم که خیالتون راحت باشه نسبت به آموزش. من خودم 7-8 بار از اول تا آخر این آموزش رو تست کردم، برای همین یکم گذاشتن ویدیو طول کشید و مطمئن باشید واسه سیستمتون، واسه PSتون هیچ مشکلی پیش نمیاد و اگه مشکلی پیش بیاد با سیستم من پیش میاد. من 9 بار الان انجام دادم، یه بارم که الان میخوام واسهتون انجام بدم نزدیک 10 بار میشه که انجام دادم. پس خیالتون راحت باشه که واسه همتون، واسه همتون این آموزش جواب میده. این پچ بر اساس آخرین بررسی PS2020 و که شما کرکی باشین چه آنلاین بازی کنید، اصلا از این به بعد دیگه بررسی واسه PS2020 نمیاد، چون میخواد PS2022 بیادش. پس خیالتون راحت باشه که دیگه نیازی به آپسیل کردن و بررسی کردن ندارید. الان در یه بار این کارو انجام میدین و برای همیشه هم واسهتون میمونه. این آموزش دو تا بخش داره، یه دونه نصب دیتا بک هست و یه دونه نصب پچ. نصب دیتا بک شما اول برید توی PS تون ببینید که صفحه اول که PS باز میشه واسهتون، اون پایین سمت راست باید دیتا بک 7 و ورژن 1.7 واسهتون زده باشه. اگه که اون کنار واسهتون دیتا بک 7 و ورژن 1.7 زده بود، شما میتونید برید تو قسمت بعدی نصب پچ. و همچنین اونایی که دارن آنلاین بازی میکنن، یعنی فایل اصلی بازی رو دارن، اونا هم باید از طریق استیم بازی رو آپدیت کنید و برید قسمت نصب پچ. اینو بهتون میگم که تمام فایلایی که الان دارین اینجا میبینید نورمال توی کانال تلگرام واسهتون میذارم، هم میتونید از توی کانال تلگرام دانلود کنید، هم توی کانال تلگرام اونجا لینک سایت میذارم که اگه خواستین بدون فیلتر چیکن دانلود کنین. اما حتما تلگرام و اینستای من داشته باشین که هر راهنمایی یا هر کی باشه در رابطه با فایل ها یا آموزش اونجا براتون میذارم. شما اول از همه به بقیه چیزا کاری نداشته باشین. الان شما اول از همه باید دیتا پک 7 رو دانلود کنین. دیتا پک 7 رو که دانلود کردین، رمز تمامی فایل ها مهدی پی اس. فقط کافیه که شما روش کلیک کنید، بعد اکسترکت رو بزنید و رمز رو که مهدی پی اس هست رو وارد کنید. رمز رو وارد میکنید، یه چند لحظه صبر میکنید که فایل اکسترکت بشه. خب بعد از اینکه فایل اکسترکت شده، شما دیتا پک 7 رو باز میکنید. داخلش چند تا پوشه هستش، یه دونه پوشه نصب کننده، یه دونه پوشه دیتا پک 7 و یه دونه هم آپدیت 1.7. این سه تا رو میتون میگم هر کدومش رو کجا باید ببرین. الان باید شما بدونید که PS تون کجا نصب شده، یعنی محل جایی که PS تون رو نصب کردید کجا. اگه میدونید که هیچ، اما اونایی که نمیدونن روی شورتکات PS تون که روی صفحه هستش کلیک راست کنن، اوپن فایل لوکیشن رو بزنن، اینجا جاییه که الان PS من نصب، یعنی توی درایو ای میشه. شما کافیه که یه دونه کپی از اینجا بگیرید، حالا هر جا که میخوایم ببرین که حالا اگه خواستین به فایل های قبلیتون دسترسی داشته باشین بتونید که دوباره بیاریشون و به نوعی بکاپ بگیرید. اما من نیازی نمیبینم، اینم واسه شما گفتم چون چندین بار تست کردم، خیالم راحته که هیچ مشکلی پیش نمیاد. اما اینو واسه تون گفتم که تردیدی دارین این کار انجام بدین که مشکلی واسه تون پیش نیاد. پس ما میریم داخل آپدیت 1.7، اونجا این فایل ها رو همه رو نگر میدارین، کپی میکنید، میرین داخل اونجا که PS تون رو نصب کردید، اینجا کلیک راست میکنید و پیست رو میزنید. اینجا یه چیزی بهتون میگه، شما ریپلیس رو میزنید که به جای فایل های قبلیتون جایگزین میشه. خب این از این. میریم دوباره تو قسمت بعدی. توی قسمت بعدی ما چی رو داریم؟ دیتا پک 7 رو داریم. دیتا پک 7 هم باز میکنیم، اینو شما دوباره کپی میکنید،
میبرید توی اینجا که PS2 رو نصب کردین توی قسمت دانلود. توی قسمت دانلود که برید نگاه کنید، این الان دیتا پک 1ه، این دیتا پک 2 3 4 5 6 7 اینا نگاه کنید، من همه دیتا پک ها رو از 1 تا 7 دارم و بهتون پیشنهاد میکنم که شما هم از 1 تا 7 اگه که میخواین تمام چهره های بازیکنانتون درست بشه توی بازی، از 1 تا 7 دیتا پک ها رو نصب کنید. البته این پیشنهاد یه اجباری نیستش، اجباریش اینه که همون دیتا پکی که الان ما آوردیم دیتا پک 7 رو اینجا کلیک راست کنید و پیست کنید. خب ولی من پیشنهاد میکنم بهتون دیگه از 1 تا 7 همه دیتا پک ها رو نصب کنید که همه چهره های بازیکنان درست باشه. مثلا پدری قیافش توی مثلا دیتا پک 1 و 2 درست نیست، بعضی از بازیکن‌های دورتموند چهره‌هاشون توی دیتا پک‌های 1 و 2 درست نیستن. بنابراین شما باید علاوه بر دیتا پک 7ی که نصب کردید، اگه می‌خواید همه چی طبق روال و عالی پیش بره، همه دیتا پک‌ها رو نصب کنید که اینم لینکشو توی کانال تلگرام می‌ذارم. ما دوباره میریم توی قسمت اینجا. الان ما این دو تا پوشه رو کارشو انجام دادیم. الان کار داریم با نصب کننده. اما قبل از نصب کننده شما این دو تا فایل رو دقت کنید. اگه نکنید پسوندشون .bin هستش. خب اگر اینجا شما .bin رو ندارید، یعنی این فایل و این فایل رو ندارید، از این قسمت که باهاتون گذاشتم داخل همون دیتا پک ها، دیتا پک 7، این دو تا فایل رو کپی کنید اگه ندارید و اینجا پیستش کنید. حالا من اینجا پیست میکنم که خیالتون راحت باشه، هیچ مشکلی واسهتون پیش نمیاد. بعد از اینکه پیست کردین دوباره حالا باید برین اون قسمت. ما حالا به نصب کننده نیاز داریم. حالا که دیتا پکمون رو بردیم داخل جایی که PSمون نصبه، حالا باید باز توجه به این نصب کننده دیتا پک 7مون رو نصب کنیم. شما این نصب کننده رو ران کنید، دو تا کلیک کنید روش باز میشه. بعد از اینکه باز شدهش، این که اینجا ازتون این قسمت نگاه نوشته CP Cup Patch. اینجا باید مسیری که PSتون نصبه بدین. یعنی چی؟ یعنی روش کلیک کنید، یعنی از همینجا معلومه دیگه، یعنی روش کلیک میکنید. الان واسه من توی درایو این نصبه. خب میام توی درایو این و داخل پروگرام فایل استیم و توی استیم اپس کامان و PS2021 پوشه دانلود رو باید به آدرس رو بدید، اینجا اوکی بکنید، این یکی رو خودش وارد میکنه، نیاز نیست شما کاری بکنید، فقط اینجا دکمه سیو رو بزنید که دفعه بعدی که خواستین بازی کنید دیگه هر بار این مراحل تکرار نشه. و در آخر هم اینجا حتی که همه دیتا پک هاتون رو بزنید و در آخر هم جنریت رو بزنید. اینجا یه پیام موفقیت آمیز باید بهتون بده، همینجور که به من داد نکنه گفته که موفقیت آمیز بود. اگه موفقیت آمیز بود اوکی رو بزنید و ببندید. الان کار ما تموم شده، اینجا دیتا بگتون نصب شد. حالا میریم سراغ نصب پچ. اینجا چند تا واسه تون فایل گذاشتم. الان که دیتا بگ هفته اونا که میخوان پچ نصب کنن الان کاری نشته باشن، الان کار با دیتا بگ ها تموم شده. همه فایل ها رو بازم بهتون میگم که توی تلگرام میذارم، لینکش توی دیسکریپشن هست، توی تلگرام واسه تون میذارم. هم میتونید از طریق خود تلگرام دانلود کنید، هم از طریق لینک سایت دانلود که واسه تون میذارم توی تلگرام میتونید بدون فیلتر شکنم دانلود کنید. اما بهتون پیشنهاد میکنم که حتما این اینستا و تلگرام رو داشته باشید که اگه صحبتی باشه، راهنمایی باشه در رابطه با فایل ها اونجا واسهتون میذارم. علاوه بر این که شما میتونید هر سوالی هم که دارید هم تو کامنت بپرسید، هم داخل تلگرام توی پی وی بپرسید. از الان به بعد شما کار دارید با سایدر و خود پچ، یعنی این خود پچ که 4 تا پارته و یه دونم سایدر که واسه اجرا کردن بهش نیاز داریم. این رو بدونید که رمز تمامی فایل ها مهدی پی اس. ما الان فعلا این فول پچ پی اس 2021 رو توی یه پوشه اکسترکت می‌کنیم، رمز رو وارد می‌کنیم، مهدی پی اس فارسیه. آره خب اینو میزنیم، منتظر میمونیم که اکسترکت بشه. بعد از اینکه اکسترکت کردین این واسه تو میاده اشتباه کنین، داخلش برین چند تا پوشه هست. خب ما با همه اینا کار داریم. علاوه بر این ما سایدر هم اینجا اکسترکت میکنیم، همون مهدی پی اس رو بهش میدیم واسه یه رمز. خب بعد از اینکه فول پچ و سایدر رو اکسترکت کردین، حالا ما باید بریم توی این قسمت داکیومنت. تو داکیومنت که رفتین اینجا یه پوشه هست به اسم کنامی. خب اینجا رو که باز کردین همون ای فوتبال PS2021 رو توش کلیک کنید. اینجا
واسه شما یک پوشه هستش به جز وی پی اس، یه پوشه هستش که شماره های متفاوتی باستون داره. الان واسه من دو تا ولی واسه شما یکیه، چون من زیاد نصف کردم حذف کردم، واسه تیس الان دو تا شده ولی واسه شما یه دونه هست، شماره اش فرق میکنه. چند تا عدد پشت سر همه دیگه، فقط اینو بدونید. روش کلیک کنید و برین توی سیو. اینجا یه دونه فایل ادیت چند تا صفر جلوش هست، اینو شیفت دیلیت کنید، حذفش کنید. خب این از این. بعد از اینکه اینو حذف کردین، برین توی همون فایلایی که واسهتون گذاشتم توی فول پچ. خب توی فول پچ که برین، اینجا ما سه تا فایل رو نیاز داریم. این سه تا فایل اولو، این سه تا فایل اولو کپی کنین. کپی که کردین، بیاین توی سایدر. اینجا سایدر هم یه دونه فایل وجود داره که این رمز نداره، اینو فقط اکستراکیر بزنید. خب سایدر اینجا میادش. بعدش که این کارو کردین، اون فایلی که کپی کردیم و سه تا فایل اولی که کپی کردیم و اینجا پیست کنید. خب بعد از اینکه این کارو کردید، میبینید که این سه تا پوشه جایگزین اون پوشه‌های قبلیتون میشه. خب بعد از اینکه این کار انجام شدهش، تکمیل شدهش، شما بیاین داخل همین پوشه سایدر. داخل پوشه سایدر یه فایل وجود داره به نام sider.ini. خب این رو دوباره کپی کنید و برید داخل خود سایدر، اینجا پیستش کنید و اگه چیزی پرسید بزنید ریپلیس که جای فایل قبلی بیاد. حالا میمونه آخرین کارا. آخرین کارمون اینه که الان داخل فول پچ اینجا یه فایل داریم به نام ادیت، اینو دوباره کپی میکنید، میرین داخل همون داکیومنت کنامی ای فوتبال پی اس 2021 و داخل همون پوشه ای که چند تا شماره متفاوت داره و داخلش رفتین اون فایل ادیت رو پاک کردین، اینجا میرین داخل سیو و اینجا فایل ادیت رو پیست میکنید، یعنی همون فایل ادیتی که توی همون فول پچ کپی کردیم و اینجا پیست میکنید. الان دیگه کارا تمام شدش، فقط کافیه که بازی رو اجرا کنیم و ببینیم که چی شده. الان که میخوایم بازی رو اجرا کنیم، نکتهش اینجاست که دیگه نباید با PS2021 یا شورتکاتی که روی صفحه هستش بازی رو رام کنیم. میرین توی سایدر و اونجا با sider.exe بازی رو ران میکنین، دو تا کلیک میکنین روش و صبر میکنین تا بازی بیاد بالا. الان من چون دارم هم ویدیو رکورد میکنم هم دارم بازی رو اجرا میکنم، شاید واسه من یکم طول بکشه اما واسه شما سریع میادش. خب همونجوری که میبینید الان زده دیتا بگ 7 ورژن 1.7. حالا بریم داخل خود بازی ببینیم که دورتمون اضافه شده، کیتای تیم ملی چه جوریه. خب الان بازی اومد بالا، ما مثلا بریم ببینیم دورتمون اضافه شده، بازیکناش اضافه شدن یا نه. الان ناکنین میبینید که تمام لوگوها، تا لالیگا، کل بوندسلیگا واسهتون اضافه شده، همه چیز واسهتون درست شده، حتی لیگ جزیره واسهتون نشون بدم. لیگ جزیره کلا همه تیم ها میبینید که لوگوهاش درسته، همه مینی فیس ها درست شده. و الان ببینید که دورتمون اضافه شده یا نه. بله ببینید دورتمون هم اضافه شده، همه بازیکن هم الان ببینیم که اضافه شدن یا نه. مثلا الان این بار مثلا برایتون رو بگیریم. خب الان بریم تو گیم پلن، میبینید که اینجا همه مینی فیس ها آپدیت شده، مینی فیس جهان بخش اون و این ور تمام بازیکن های دورتمون اضافه شدن. و حالا بریم ببینیم که اون ور الان کنین کلی کیت دارن تمام تیم ها. الان کنین دورتمون چقدر کیت داره توی فصل 2021، هر چند تا کیت داشتن از اول فصل تا آخر فصل همش هستش. 7 تا کیت داره اینجا دورتمون، هیتا سفیدشون کنین، مثلا شورتاشون با رنگ لباسشون متفاوته. 7 تا کیت داره اینور برایتون، اونور 5 تا کیت داره که توی خود بازی اگه میخواستیم برین از فکر کنم 2-3 تا لباس بیشتر نمیشد، اما اینجا کلی لباس تو دستتونه، حتی بارسلونا لباسهای جدیدش هم هستش، هم میتونید ازش استفاده کنین. بریم ببینیم که کیت تیم ملی درست شد، بازیکنهای تیم ملی اضافه شدن یا نه. من واسه اینکه اطمینان پیدا کنین دارم همین این کارا رو انجام میدم. حالا بذار یه تیم دیگه بگیرم بعد نگین اون ور تیمش به در نخور بود، مثلا با همین بارسلونایی که بهتون گفتم. نکنه اینجا تمام لوگوها اضافه شده و علاوه بر آپشن فایل، اینجا سایدر یک
ویژگی که داره نسبت به آپشن فایل، من تست کردم همه اینا رو. آپشن فایل رو وقتی که شما نصب میکنید الان میبینید چقدر من روون دارم بالا پایین میکنم، تیما میاد. آپشن فایل اینجوری نیست، اصلا دیر لود میشه نسبت به این آپشن فایل، باید دونه 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 بیان پایین. اصلا توی انتخاب کردن تیم کند میکنه سیستم و هر چقدر سیستم شما قوی باشه. اما سایدر نسبت به اون ویژگی که داره شما خیلی روند و قشنگ میتونید با سیستم کار کنید بدون هیچ لگی. خب حالا بریم یه دونه مارسلونا رو پیدا کنیم. خب الان بذار بهتون نشون بدم. الان میبینی که تمکیت تیم ملی همون کیتیه که جکیت جدیدشونه. و الان بریم ببینیم که تیم ملی لباس دوش هم ببینیم. لباس دوش هم میبینید که همون کیت جدیدشونه. و لباس بارسلونا هم میبینید که همون جوری که بهتون گفتم 7 تا کیت داره. آخرش هم بهتون کیت جدیدشون رو نشون بدم. کیت های متفاوتی دارن. مثلا این کیت جدیدشونه تازه اضافه شده و کیت های دیگرشون که هستش میتونید ازش استفاده کنید. و توی تیم ملی هم اگه برید میبینید که اینجا تمام بازیکن های تیم ملی همون جوری که بهتون گفتم اضافه شدن. همه مینی فیس هاشون درسته، امیری و فلیزاده، رضایی، همهشون اومدن و میتونید خیلی راحت بازی کنید و از بازی لذت ببرید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه از این ویدیو خوشتون اومده حتما ویدیو رو لایک کنید، باعث انرژی و ممنونم که ویدیو رو تا آخر نگاه کردید. سابسکرایب کانال یوتیوب ما فراموش نشه. فعلا تا ویدیوهای بعدی.